به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام وقت بخیر حضور شما بیننده محترم شبکه ورزش، خیلی خوش اومدید به پخش شبکه ورزش که قرار است که از الان برنامه داشته باشیم خدمت شما تا حدود ساعت 1:45 دقیقه بامداد فردا با یک رقابت فوتسال و دو تا هم فوتبال از لیگ جدید. از فوتسال آغاز می‌کنیم، جایی که قرار هست که دیدار رفت مرحله نهایی رقابت لیگ برتر فوتسال باشگاه کشورمون برگزار بشه تا دقایق دیگر بین تیم‌های گیتی پسند اصفهان و مس سنگون ورزقان، دو تیمی که خب خیلی تلاش کردن در طی فصل، فرض و نشیب هم داشتن تا اینکه بالاخره موفق شدن که به این مرحله راه پیدا کنن، دو تیمی که دقیقاً دارن دیدار نهایی تکراری فصل گذشته رو برگزار می‌کنن، با این تفاوت که عرض کردم هر دو تاشون یه مقدار شرایطشون در طول فصل نوسان هم داشت. از مثل سنگون بگم خدمتتون که تغییراتی در کادر فنی خودشون داشتن و از اون سمت هم گیتی پسندی که با صف بلند بالای مصدومان خودش بالاخره موفق شد که مرحله یک چهارم نهایی و در نهایت نیمه نهایی خیلی سخت پشت سر بگذاره و الان حاضر باشه در این مرحله، هرچند که شرایط برای تیم مثل سنگون هم به همین شکل بود، تفاوتی داشت البته بین یک چهارم و در نهایت نیمه نهایی که موفق شدن که ستارگان ورامین رو تا دو دیدار شکست بدن که حتما اگر فرصت بشه در مورد نتایجش هم صحبت خواهیم کرد. ولی موضوع اینجاست که بالاخره بعد از حدود 108 روز قرار هست که رقابت لیگ برتر فوتسال کشورمون انجام بشه با دو بازی، یکیش امشب تا دقیقه دیگر برگزار میشه در اصفهان و بعدی هم هفته آینده همین جمعه رأس ساعت 18 قرار هست که این بار در پورشریفی تبریز برگزار بشه در اون سالون به میزبانی سنگونی ها. و اینکه خب اگر که این دوتا دیدار هر دوشون بتونن که تیم ها یک برد به دست بیارن و در نهایت با تساوی به اتمام برسن، یک برد تیم گیتی پسند داشته باشه یک برد مثل سنگون ورزقان، اون وقت بازی سوم هم در کار خواهد بود، بازی سومی که در خانه هیچ کدوم از این دوتا تیم نخواهد بود بلکه در کرمان اون مسابقه برگزار میشه تا تکلیف قهرمان این فصل از رقابت ها هم مشخص بشه. تصاویر بازیکن رو مشاهده میفرمایید که خب بازی هم داره آغاز میشه، من صحبت کوتاه میکنه بین دوریم حتما مفصل خدمت شما خواهم بود. سلام میکنم به همکار خوبم آقای ندیمی که در اصفهان هست و این رقابت رو برای ما شما گزارش خواهد کرد. 98 که البته در سال 99 برگزار میشه، انشالله ببینیم و لذت ببریم. خب جای همه تماشاگران عزیز هم خالیه، عرض سلام هم دارم خدمت همه بینندگان عزیز در شبکه ورزش در سرتاسر ایران اصفهانی که صدای ما را از اصفهان سالن پیروزی اصفهان میشنوند. فینال لیگ برتر فوتسال رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد در شرایطی که گیت پسند میزبان این دیدار هست و مس سنگون تیم میهمان دیدار رفت فینال لیگ برتر فوتسال رو تا ثانیه‌های دیگه با صوت همین داور محمود رضا نسیلو آغاز خواهد کرد و با صوت آقای نسیلو این دیدار آغاز میشه. امیدواریم که یک بازی قشنگ رو ببینیم از سوی هر دو تیم و دو تیم یک بازی قشنگ رو به نمایش بذارن. خیلی سریع من اسامی بازیکنان دو تیم رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد، انشاءالله که گزارش بازی رو هم خدمتتون میگم. و ما در تیم میهمان این دیدار مثل سنگون که البته اگه شرایط اجازه بده از همین ابتدای کار، بازی حساسی هست نمیشه منکرش شد، اما در همین ابتدای کار هم آقای نصیرو تذکر جدی به بازیکنان دو تیم میده که ادامه بازی رو با شرط بهتری داشته باشن. در تیم مثل سنگون امروز سعید مومدی، محمد شجری، میثم خیام، فرهاد فخری، مصطفی طیبی، سعید تقی‌زاده، سجاد افضلی، مسلم اولادقباد، مهدی جاوید، سعید عسکری و سالار آقابور بازی خواهد کرد. سرمربی علیرضا افضل و سرپرست حسین شیخ الاسلام. این صحنه ای بود که یه نیمچه درگیری بین بازیکن گیت پسند اتفاق افتاد، هرچند که اتفاق خاصی هم نبوده، بازی به جریان میفته. ضربه اوت برای گیت پسند خواهد بود در شرط که درخشانی احساس ناراحتی میکنه و فعلا میاد بیرون تا جای اون رو والکس رایموند بگیره. در ترکیب تیم گیت پسند هم محمد کشاورز، حمید احمدی، سنگ سفیدی، برمشوری، احمد عباسی، عالی قدر، عزتی، رایموند و حفیظی، رسولی، درخشانی و الکس فالکون در این دیدار برای گیت پسند بازی خواهند کرد. سرمربی حمید بیغم، سرپرست محسن قائدی. بریم و گزارش بازی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بازی قشنگی میتونه باشه، انصافا جای هزاران هوادار که امروز میتونستن بیان و سالن پیروزی رو پر بکنن خالیه و شما بینندگان عزیز یه سلام و خدا قوت هم میگم به همکارانم در برنامه دیدار برتر غلامرضا دادخواهی عزیز و مهدی جاوید. در همین ابتدا اولین حمله جدی تیم مثل سنگون از کنار دروازه به بیرون رفت. عرض میکردم غلامرضا دادخواه در استودیو دیدار برتر و مهدی محمدی کارشناس این برنامه و همچنین
آیلی‌پور دوست و همکار عزیزم در شبکه ورزش و امیدوارم که بازی قشنگ رو ببینیم. این صحنه جدی این دیدار، جدی‌ترین موقعیت که مهدی جاوید هدر داد تا اولین موقعیت جدی این بازی از دست بره. بازیکن مثل سونگون میزن از همون جا، یک ضربه قشنگ از فرهاد فخیم و این بازیکنی که بسیار هم گلزن هست و انگیزه های زیادی هم داریم، به این ترتیب ضربش از کنار دروازه فالکون به بیرون رفت. مهدی جاوید برای فخیم در زمین گیت پسند فعلا که شروع بهتری رو داشته تیم مستر. این دیدار دیگه حالا شاید خیلی هم فرقی نکنه، تیم میزبان و میهمان در این دیدار و دیدار برگشتی که تماشاگری در اون نیست و البته شاید بازی سوم فینال لیگ برتر فوتسال امسال اگه دو تیم در تعداد پیروزی ها 1-1 مساوی بشن میرن و دهم تیر ماه در کرمان تکلیف قهرمان مشخص میشه. فرهاد فخیم و ضربه سری که میزنه مسلم اولاد قباد از کنار دروازه به بیرون میره. الکس فالکون شاید یه جوره سخت باشه که یک فوتسال ناب ایرانی رو در این دیدار در دیدار فینال لیگ برتر فوتسال بخوایم متصور باشیم. 178 روز بازی ها تعطیل بود و تیم ها 3 هفته است که دارن تمرین میکنن و اولین خطا رو مهدی جاوید مرتکب میشه با جو سالون که البته اون زمانی که سالون پیروزی مملو و از تماشاگر میشد کاملا آشنا بود و این صحنه بود که مرتکب خطا شد مهدی جاوید. پاس برمشوری به مقصد نرسید در این صحنه، خطا به سود گیت پسند اعلام شده بود. جاوید حالا توپ در اختیار میگیره. اولاد قباد او هم در سالن پیروزی بارها بازی کرده برای گیت پسند. والکس رایموند و توپ را میگیره، یه تنه زد فرهاد فخیم و اونجا نسیلو داور مسابقه نزدیک بود و ادامه بازی داد و در این صحنه بله آقای ترحمی داور دوم اعلام خطا کرد. در خطاها 1-1 مساوی میشند. یک فرصت خوب برای تیم مثل سونگون و مهدی جاوید که اونجا هست و در کنارش مسلم اولاد قباد، دورتر از اون هم بازیکن شماره 5 شجری و فرهاد فخیم. ببینیم که جاوید های مستقیم میزنه یا کنار دستش اولاد قباد رو راه میندازه. مهدی جاوید یه تیکه و مستقیم از کنار دروازه به بیرون میره. مهدی جاوید انگیزه زیادی برای گلزنی در این دیدار داره. کلن پولباری از انگیزه هستن بازیکنان دو تیم، به خصوص بعضی از بازیکنان که در ترکیب تیم حریف هم سال گذشته بازی کرده بودن. در تیم گیت پسند حمید احمدی، سنگ سفیده و مرتضی عزتی در ترکیب مصر بودن، این فصل اومدن گیت پسند. حمید بیغم هم همینجور و در ترکیب تیم مثل سونگون هم مهدی جاوید، شجری اولاد قباد و ابوالقاسم اوروجی که البته در این دیدار نیست فصل قبل در گیت پسند توپ می‌زدند. فرهاد فخیم و اونجا اعلام خطا نمیشه این بار از سوی آقای ترحمی و مهدی جاویدی که اینجا شاید انتظار داشت که آقای ترحمی خطا رو بگیره به سود این بازیکن. سنگ سفیدی بازی رو باید به جریان بندازه برای گیت پسند. حالا این اتفاق خواهد افتاد برای سعید احمد عباسی، خودش هست و دروازه و اونجا هرجوری هست سعید مؤمنی میگیره در نبود علیرضا صمیمی که روز گذشته در تمرین تیم مصر مصدوم شد در ترکیب قرار گرفته. حمید احمدی میزنه یه تیکه و فرهاد فخیم توپ بلوکه میکنه و توپ به بیرون میره. دو تیم دو بازیکن بسیار مهم و تاثیرگذار را در این دیدار نخواهند داشت. در گیت پسند علی اصغر حسن‌زاده که سه کارت است و به این دیدار طبیعتاً نمی‌رسید و در ترکیب تیم مصر هم علیرضا صمیمی که دیروز مصدوم شد و نتونست به این بازی برسه. ضربه الکس فالکون که به بیرون رفت در آخرین بازی گیت پسند گل زده بود این دروازه‌بان و
تونسته بود که برای گیت پسند گلزنی بکنه. بازی مجدداً به جریان میفته. یک ارسال که والاکس رایموندو توپ را به بیرون میزنه. دیگر برزیل تیم گیت پسند که او به همراه الکس فالکون دروازه‌بان گیت پسند تا 20 اردیبهشت هم اصفهان بودن، رفتن به برزیل، یه 7-8 ده روز بعد دوباره اونها رو فراخوندن و برگشتن به اصفهان. مسلم اولاد قباد ضربه کورنر رو خواهد زد. از اون ضربات خطرناک میتونه باشه برای تیم مصر. حالا سعید احمد عباسی و واکنش سعید مومنی. سعید احمد عباسی او در کورس آقای گلی این فصل هست با مهدی جاوید و طبیعتاً در این دیدار حساب ویژه‌ای برای گلزنی باز کرده. در این صحنه هم سعید مؤمنی برای دومین بار او را ناکام گذاشت. امروز سالن پیروزی اصفهان خالی از تماشاگر است. اگه احتمالاً روی سکوها افرادی رو می‌بینید خیلی تعجب نکنید، خبرنگاران عکاسانی هستند که امروز در سالن پیروزی حضور دارند، در اون قسمت نشستند و بازی رو پوشش رسانه‌ای خواهند داد. فرهاد فخری در حرکتی که البته موفق بود. حالا باز هم میثم خیام. فخری یک موقعیت رو برای مصر میخواد تحریزی بکنه، خودش میزنه و تکتیک سنگ سفیدی زده تو به بیرون رفت. باز هم بازیکنان مصر و باز هم ضربه اوت برای این تیم. حالا یک موقعیت خوب برای محمد شجری، توپ رو بر میگردونن و سعید مومنی توپ رو در اختیار داره. یک توپ رو با یه خوب برای سورهای موندو سعید احمد عباسی و باز همین سعید مومنی داره کم کم خودش رو گرم میکنه برای این بازی حساس. شاید انتظارش نداشت امروز در فینال در ترکیب اصلی مصر باشه، اما اومده و چقدر خوب داره دروازه‌بانی میکنه برای مصر. حمید احمدی مستقیم و یه تیکه توپی که وارد دروازه شد، اما خب این توپ و این ضربه قطعا اعلام گل نخواهد بود چون طبق قانون توپی که از اوت زده میشه بعد حداقل به پای یک بازیکن دیگه خورده باشه. احساس ناراحتی میکنه سعید احمد عباسی و حمید احمدی رو همینجا ملاحظه میکنه که ضربه اوتش برای گیت پسند گل سالمی به همراه نداشت و سعید احمد عباسی بلند میشه لنگ لنگان، احتمالاً بیرون خواهد رفت. مهران عالی قدر جای او را خواهد گرفت و این چهره آقای محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون هست که امروز در سالن پیروزی حضور داره و در جایی که تماشاگران میتونستن این بازی رو ببینن نشسته و این بازی رو از نزدیک داره تماشا میکنه. عسکری و ضربه اوت به سود تیم گیت پسند. حمید احمدی یه تیکه برای عالی قد که خب بیشتر فصل رو مصدوم بود برای گیت پسند، حالا در فینال حضور داره. ببینیم آیا میتونه برای گیت پسند مثمر ثمر باشه یا که خیر. حمید احمدی ضربه اوت رو خواهد زد. امروز کلن پروتکل های بهداشتی به شدت رعایت میشد و همه جوره سعی میشد که سلامت بازیکنان و کادر فنی و عوامل برگزاری هر جوری که هست تأمین بشه. فقط همینو بدونی که بازرسان ستاد ملی کرونا، بازرسان ستاد ملی سلامت ورزشکاران و افسران کنترل سلامت فدراسیون پزشکی دور داشتن. الکس فالکون از دروازه میاد بیرون و ضربه ناقص رو به توپ میزنه. شاید اگه در کوران رقابت ها بودن دو تیم الان شرایط میتونست خیلی متفاوت تر باشه و اینقدر اشتباهات زیاد نباشه. مهران عالی قدر، حمید احمدی درخشانی از بخوام برمشوری از توپ در اختیار داره و مهران عالی قدر حالا توپ را میگیره، خودش پا به توپ اونجا خیلی راحت اولاد قبا توپ را گرفت. همچنان عالی قدر هم پافشاری میکنیم برای گرفتن توپ که البته موفق هم بود.
ضربه اوت برای تیم گیت پسند اصفهان. این دو تیم فینال لیگ برتر فوتسال سال قبل رو هم برگزار کردن. شاید اگه همون اول لیگ هم اعلام میشد به تیم ها که این دو تیم فینال لیگ برتر فوتسال رو برگزار بکنن، کمتر تیمی بود که اعتراض میکرد، اما بر ترتیب امسال همین فینال قرار هست بین این دو تیم اصفهانی و تبریزی برگزار بشه. امیدواریم که بازی بی حاشیه و قشنگی باشه از سوی دو تیم، چه در اصفهان و چه در تبریز. فرهاد فخیم به زمین میاد، ضربه اوت رو هم میزنه، خودش رو با در اختیار داره، حرکات او منحصر به فرد هست از کنارهای زمین و گل، گل برای تیم مثل سونگون. چه گلی رو زد فرهاد فخیم روی اشتباه الکس فالکو. شاید خود فخیم هم فکر نمی‌کرد که این حرکت او منتج به گل بشه و این ضربه این چنین وارد دروازه بشه. رفت و شد و خود الکس فالکون هم کاملا اشتباهش رو پذیرفت روی صحنه که شاید خود فخیم و اون طرف هم فالکون باور نمی‌کردن که این تو وارد دروازه بشه. اما بر ترتیب گیت پسن 0 مثل سونگون 1 و حالا انشاءالله بازی هم قشنگتر بشه. سعید مؤمنی برای محمد شجری، یک فرار که توپ رو گرفت حمید احمدی. از بازیکنان ملی پوش گیت پسن انتظارها هم از او زیاد هست و این چنین هم تأسف میخوره و ناراحت هست. سعی میکنن که دلداری هم بهش بدن کادر فنی تیم گیت پسن تا در ادامه بتونه شرایط بهتری رو داشته باشه. گفته میشد که الکس فالکون هم در این بازی شاید نرسه و رسید با مصدومیت و شاید ناآمادگی و این چنین دروازه گیت پسن هم باز شد. ببینیم در ادامه چه خواهد شد. فرهاد فخیم، محمد شجری برای سعید عسکری، او هم در زمین هست و اعلام خطا و آقای نسیلو که به شدت اعتراض میکنه فرهاد فخیم به داور مسابقه. اونجا شاید انتظار داشت که این بازیکن سنگ سفیدی کارت زرد رو بگیره، اما آقای نسیلو مجاب نشد که این کار رو بکنه، هرچند که فخیم اونجا خیلی تلاش کرد که این اتفاق بیفته. در خطاها 2-1 به سود مصر. شرایطی امدار به سود مصر به نظر میرسه، یه گل هم زدن، اما بازی فوتسال هست و لحظه ها که در ادامه ببینیم که چه اتفاقی میفته. حالا مرتضی عزتی هم برای گیت پسن به زمین مسابقه اومد، او هم از مصدومان تیم گیت پسن بود که در لحظات آخر به این مسابقه رسید. شجری برای فرهاد فخیم، مسلم اولاد قباد، خود شجری، فخیم چنان دستش اولاد قباد و میدم به سعید مؤمنی، او هم دروازه‌بان الکس فالکون رو میبینه. حالا بازیکن گیت پسن یه مقدار بازی رو آروم میکنن تا به بازی مسلط بشن و بتونن خودشون رو جمع جور بکنن. و علام خطا آقای نسیلو که یه پوست 20 متری رو گذاشت، در چند ثانیه خودش رو رسون به نیمکت تیم گیت پسند و یکی از اعضای کادر فنی تیم گیت پسند هم باش سفت و سخت صحبت کرد تا حاشیه ایجاد نشه. برمشوری برای کشاورز، یک پاس بلند نمیرسه و حالا عزتی جبران میکنه. برمشوری هست و دروازه اگه بگیره و علام خطا. در چه موقعیتی، یه جورای شاید یه گل خرید با این خطا محمد شجری، خطایی که اینجا مرتکب شد بر روی میثم برمشوری. آیا کارت زرد رو داره؟ بله، و یه کارت زرد رو هم میگیره برمشوری که این کار رو تکرار نکنه. این صحنه‌ای بود که واقعا اگه ادامه پیدا میکرد میتونست برای گیت پسن یه گل رو به همراه داشته باشه. 13 دقیقه و 16 ثانیه به پایان نیمه اول، گیت پسن 1-0 عقب هست و یک موقعیت جدی برای گلزنی. سنگ سفیدی و برمشوری اونجا هستند،
ببینیم که از این موقعیت میتونن استفاده بکنن یا نه. دیواره دفاعی با دو بازیکن و یک دروازه‌بان و سنگ سفیدی که فکر کنم خودش بزنه، نه از کنار دروازه میزنه و حالا مؤمنی توپ را در نهایت در اختیار میگیره. بازیکنان گیت پسن، سنگ سفیدی برای بالکس رایموند و سعید مؤمنی باز هم توپ را میگیره و احساس ناراحتی هم میکنه. این چنین نمیدونم، یه برخورد توپ ساده بود، این چنین حالا احساس ناراحتی شاید خیلی هم جالب نبود. اونجای نسیلو هم رفت و باش صحبت کرد، به جورایی یه تذکری هم بهش خواست بده که در ادامه این حرکات تکرار نشه. اما بر ترتیب همچنان احساس ناراحتی میکنه سعید مؤمنی در مرحله گروهی. تیم‌های گیت پسند و مصر خب یه بازی رفت و برگشت با هم داشتن در دیدار رفت در تبریز، مصر 3-2 گیت پسند رو برد. در اصفهان دو تیم به تساوی 2-2 رسیدن. فصل قبل هم که خب گیت پسند در فینال در همین اصفهان جام رو تقدیم مصر سونگون کرد. یه جورایی گیت پسند به شدت دنبال این هست که جبران مافاد بکنه و بتونه که جام قهرمانی رو بعد از 2 سال دوره به اصفهان بیاره. فرهاد فخی برای مهدی جاوید، تو به سعید تقی‌زاده میرسه. او هم سالهای پیشین در گیت پسند دو سه فصلی بود و انصافا هم خیلی خوب بازی میکرد برای گیت پسند. نبردش با کشاورز، ضربه کرنر نه، ضربه دروازه به سود تیم گیت پسند. حالا الکس فالکون برای والکس رایموند و هم تیمی و هم وطنش که البته به مقصد نرسید. بازیکنان تیم مثل سونگون با فرهاد فخی، کاپیتان تیم مثل سونگون که خب تا به اینجای کار یه گل زدند و حالا در ادامه ببینیم که چه اتفاقی میفته. گیت پسند در خونه خودش داره بازی میکنه و طبیعیه که اونها در دیدار رفت به دنبال پیروزی باشن. این دیدار کلن نباید به تساوی کشیده بشه در وقت‌های اضافه. اگه احیانا دو تیم مساوی شدن میره وقت‌های اضافه و شاید ضربات پنالتی. رایموندو برای سعید احمد عباسی، سنگ سفیدی و از انگیزه بسیار زیادی برخوردار هست. حالا شاید در ادامه گفتم که علتش چی هست. والکس رایموندو چقدر قشنگ، یک کار برزیلی و پاسی به مقصد نرسید. محمد کشاورز اونجا توپ رو میرفت که بگیره و مرتکب خطا هم شد. محمد کشاورز در خطاها 3-3 دو تیم مساوی میشن. این حرکتی بود که کشاورز خطاش اعلام شد. سعید تقی‌زاده، خود سعید تقی‌زاده، یک کار تیمی قشنگ از مصر که سعید تقی‌زاده زننده گل نبود برای تیم مثل سونگون. فرهاد فخیم پاسو داد و سعید تقی‌زاده خودش بود و دروازه که توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. حمید احمدی فرار میکنه و میزنه که البته به مقصد نرسید. یه مقدار بازیکنان گیت پسند ناآماده به نظر میرسن، هرچند که شاید انتظار زیادی هم نمیشه داشت از اونها در این بازی. کلی از بازیکنان این تیم مصدوم بودن و در آخرین لحظات به این دیدار رسیدن. اضافه کنید 110 روز دوری از میادین و خب تا به اینجای کار نتیجه که برای گیت پسند به دست اومده. میثم خیام فرار کرده، خودش هست و دروازه که البته اونجا سنگ سفیدی میگیره. سعید مؤمنی، مسلم اولادقباد، سعید تقی‌زاده در زمین گیت پسند. والکس رایموند و او را به مبارزه میطلبه. والکس رایموندو و یه خطا هم میرفت که بگیره که نشد. حمید احمدی، سعید احمد عباسی و اعلام خطا این بار اعلام شد. اونجا بعدش رو نمیومدن بازیکنان مثل سونگون که به یه خطا رو بدن که آخر دادن در این صحنه و اینجا تکمیل کننده کار بود. کاملا مشخص است یه بار مسلم اولادقباد و در ادامه
مهدی جاوید کارو تموم کرد، یه خطا به سود گیت پسن. حالا در خطا 4-3 همینجور ادامه پیدا بکنه شاید کار به ضربات پنالتی از نقطه دوم هم بکشه. سعید احمد عباسی از کنار توپ عبور میکنه و میزنه. حمید احمدی بارس رایموند رو تو به سرش دوبار برخورد کرد در ضد حمله. یک موقعیت خوب و خروج دیدنی الکس فالکو، یه گل رو گرفت و اونجا گیت پسن یه گل رو هم میرفت که بزنه که در نهایت به نتیجه نرسید. ضربه اوت به سود مثل سونگون، یک ضربه و با پای خودش توپ را روانه کورنر کرد یا اوت شد. بله کورنر کاملا مشخص بود، فکر کنم خورد به پای الکس فالکون، با اینکه سری هم تکون میدن و فکر میکنم در آخرین لحظه خورد به پاش. حالا در صحنه خیلی مشخص هم و این صحنه بود که گیت پس هم میرفت به گل برسه، اما در ادامه این مس بود که یک موقعیت خطرناک رو ایجاد کرد. الکس فالکون برمشوری، یک پاس برای سعید احمد عباسی که به مقصد نرسید. 10 دقیقه به پایان نیمه اول این دیدار زمان داریم و همچنان بازی با یک گل به سود مثل سونگون ادامه پیدا میکنه. فینال لیگ برتر فوتسال باشگاه کشور، سالن پیروزی اصفهان، بیننده این دیدار حساس خواهید بود. بازی رفت فینال در اصفهان برگزار میشه و بازی برگشت در تبریز، و اگه تیم‌ها در کسب پیروزی به عدد 1 برسند بازی سومی در کار خواهد بود در کرمان. فشار میارن بازیکنان گیتی پسند و توپ بیرون رفت. این ضربه بود که زد سنگ سفیدی و سعید مؤمنی باز هم یک واکنش فوق‌العاده داشت. سعید احمد عباسی و مهران عالی‌قدر هیچ کدوم به توپ نمیرسن. مسلم اولادقباد برای میثم خیام، او هست و دوباره یه ضربه و ضربه کورنر به سود تیم مثل سونگون. لیگ برتر فوتسال حالا یا ششم یا دهم تیرماه خاتمه پیدا میکنه. مجددا احتمالاً از اوایل شهریور ماه شاهد آغاز به کار لیگ برتر فوتسال خواهیم بود. قهرمان لیگ برتر فوتسال به جام باشگاه‌های آسیا خواهد رفت و احتمالاً نایب قهرمان هم به جام باشگاه‌های جهان، که البته اگه امسال برگزار بشه با این شرایط کرونایی. الکس فالکون و پاس او که این بار هم به مقصد نرسید. دو تیم قبل از اینکه وارد دیدار فینال بشن دو بار تست کرونا دادن که هیچ کدوم مثبت نبود، خدا رو شکر. عرض کردم در این دیدار هم کاملا تدابیر اندیشیده شده بود، پروتکل های بهداشتی، که انشالله هیچ اتفاق خاصی هم نیفته و بازی سلامت به پایان برسه. بازیکن از تیم گیت پسند رو در اختیار داشت. حالا 2-1 یک ضربه و چه ضربه ای زد میثم خیام، از بالای دروازه به بیرون رفت. آقای نسیلو است که بازی رو متوقف میکنه، یه خطا رو هم میده برای تیم گیت پسند، یعنی در خطا 4-4 مساوی میشد. مشخصه که اصلا هم راضی نیست آقای بیغم سرمربی تیم گیت پسند گوشه تصویر از عملکرد بازیکنان تیمش. فرهاد فخیم ضربه کورنر، مهدی جاوید و الکس فالکون این بار توپ را میگیره. مرتضی عزتی به کار خطرناک و توپ را لو داد، در نهایت حالا میتونه که یه گل دیگه به همراه داشته باشه و این بار هم فرهاد فخیم توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. این موقعیتی بود که فرهاد فخیم داشت و زد از کنار دروازه به بیرون رفت. موقعیت‌های تیم مس بیشتر بوده، اما گیت پسندی هم از اون موقعیت‌های خوبشون استفاده نکردن تا به اینجای کار گیت پسند یه گل عقب باشه. حمید احمدی، مهران عالی‌قدر برای مرتضی عزتی. مرتضی عزتی با
حالا حمید احمدی باید بیاد به زمین مثل سونگون، این اتفاق میفته، میثم برمشوری و مهدی جاوید میگیره و در ادامه مسلم اولادقاباد توپ رو به بیرون زد. گیت پسن یه گل عقب هست و کاملا مشخصه که انگیزه زیادی برای به تساوی کشوندن بازی دارن. مهران عالی قد کنترل توپش که البته ناموفق بود. فخیم دو بازیکن گیت پسن میان و توپ رو میگیره. حالا باز هم این گیت پسند اصفهان هست که توپ رو میگیره. مرتضی عزتی، اونها به شدت دنبال رسیدن به گل تساوی هستن. برمشوری، مرتضی عزتی، حمید احمدی، بیلام خطا، بله خطا را میگیرند. دروازه‌بان نمیتونست در این صحنه توپ را بگیره و اشتباهی که حمید احمدی داشت توپ را داد به الکس فالکونی که نمیتونست توپ را بگیره در این صحنه و یک ضربه شروع مجدد برای تیم مثل سونگون اعلام میشه. در خطاها همچنان 4-4 هست. این خطا خطای فنی محسوب نمیشه. فرهاد فخیم و در دو ضرب، حالا بازیکنان گیت پسند با سنگ سفیدی توپش به مقصد نرسید و عزتی توپ رو نگره. سعید تقی‌زاده، فرهاد فخیم و ضربه اوت به سود گیت پسند اصفهان. 7:36 به پایان این دیدار. در نیمه اول زمان داریم، یه نیمه دوم دست نخورده، میتونه این بازی حوادث بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. مهران عالی قدر، سنگ سفیدی، ببینیم که آیا گیت پسند میتونه در همین نیمه گل تساوی رو بزنه یا نه. یک اشتباه، باز هم بازیکنان مصر و حمید احمدی است که اعلام خطا و بله خطای پنجم، اعلام خطا میشه به سود تیم مثل سونگون. پنجمین خطای تیم گیت پسند بود و حالا در این صحنه تیم مصر میتونه که باز هم موقعیت جدی رو داشته باشه. ضربه پنالتی اعلام شده. فکر میکنم که روی تابلو اشتباه شد، این خطای ششم گیت پسند هست. بله خطای ششم گیت پسند، ضربه پنالتی از روی نقطه دوم. و خب یه دروازه‌بان جویای نام به نام بهزاد رسولی میاد در دروازه گیت پسند قرار میگیره که در لیگ برتر فوتسال بازی کرده، اتفاقا خیلی هم خوب پنالتی میگیره. آیا ضربه پنالتی فرهاد فخیم رو میگیره یا نه؟ اگه مصر به گل دوم برسه اون وقت کار گیت پسند سخت خواهد بود. آقای نصیرو هم صحبت میکنه با بهزاد رسولی. دوئل فرهاد فخیم و رسولی، میزنه و به بیرون رفت. خب بازی با همون تک گل مثل سوگون ادامه پیدا خواهد کرد. این ضربه که خوب هم زد انصافا فخیم، محکم و فنی، اما از کنار دروازه به بیرون رفت، هرچند که بهزاد رسولی هم اونجا واکنش خوبی نشون داده بود. الکس فالکون به زمین مسابقه بر میگرده، در دروازه گیت پسند قرار میگیره و حمید احمدی بازی رو به جریان میندازه. والاکس رایموندو برای سنگ سفیدی به سختی یه لحظه به توپ رسید و در نهایت توپ به بیرون رفت. یه پنالتی، یه گل و همچنان بازی ادامه داره. مهدی جاوید، سعید تقی‌زاده و فرهاد فخیم مثلث مرگبار تیم مثل سونگون در این دیدار بودند. پاس فخیم به بیرون رفت. الکس فالکون یه لحظه باید پاس بده، منصرف شد. سعید تقی‌زاده، فرهاد فخیم که اونجا رایموندو اعتقاداش تو به دست فرهاد فخیم خورده و اینجا سعید تقی‌زاده جبران مفاد میکنه و خطای پنجم رو برای مصر به ارمغان میاره. حالا تیم مصر هم پنج فوله میشه. در این صحنه که میبینید کاملا هم مشخص بود در صحنه آهسته و همچنان اعتراضات به داوران و شرایطی که بر بازی حاکم هست. والکس رایموندو بازی به جریان میندازه. عزتی، حمید احمدی و کنار دستش
سنگ سفیدی که حالا مرتضی عزتی البته تو با در اختیار داره، حمید احمدی، سنگ سفیدی، کلی از بازیکنای خوب فوتسال کشورمون در این دیدار دارن بازی میکنن. حالا شاید انتظار زیاد باشه یک بازی فوق العاده از دو تیم رو شاهد باشه. عرض کردم نزدیک سر 10-20 روز هست که لیگ برتر فوتسال تعطیل شده بود و به یک بار اومدن و دارن فینال لیگ برتر فوتسال رو دارن برگزار میکنن. سنگ سفیدی برای عزتی پشت به دروازه، حمید احمدی و هم شوتزن قهاری هست و این ضربه البته از سنگ سفیدی که راهی به جایی نداره و به بیرون رفت. سعید مومنی بازی رو به جریان میندازه برای محمد شجری، بازیکن گیت پسند اومدن جلو، توپ رو هم میگیرن روی این فشاری که داشتند اما در نهایت توپ رو از دست دادند. نبود علی اصغر حسن زاده در ترکیب تیم گیت پسند که کاملا به چشم اومده و اون طرف هم علیرضا صمیمی سنگربان تیم مثل سونگون هم غایب بزرگ این دیدار هست که اشاره کردن. رایموندو خودش فرار میکنه و کورنر هم نبود. بله توپ در آخرین لحظه به پای بازیکن برزیل گیت پسند خورد. اونجا هم یه صحبتی میکنه و آقای نسیلو که اونقدری که بازیکن گیت پسند ناراحت نبود، آقای نسیلو جبران کرد و تنبیه کرد. اینجا ببینید بد نیست ریاکشنی که آقای نسیلو داشت در ادامه این صحنه که خب ندیدی. محمد کشاورز، الکس فالکون به زیر توپ میزنه اگه برسه به عزتی که نرسید. فرهاد فخیم، اولاد قباد خوبش توپ در اختیار داره، عزتی هم بود اونجا روی توپش اومد، یک موقعیت دروازه خالی و ضربه سعید عسکری از کنار دروازه بعد از برخورد به دیرک دروازه به بیرون میره. چه موقعیت خوبی رو مثل سونگون از دست داد. اولاد قباد واقعا فرصت بی نظیری بود که شاید سعید عسکری در پایان این داد دیگه چنین موقعیتی رو نخواهد تجربه نخواهد شد. باز هم بازیکنان مصر و این بار سعید احمد عباس که توپ رو میگیره، یه نیمچه تذکری هم داد در حین بازی نسیلو به بازیکن مصر، اونا پنج خطا هم هستن. محمدی کشاورز، کشاورز خودش رو با میده به سعید احمد عباسی. سعید احمد عباسی که خب او هم عرض کردم در کورس آقای گلی هست با مهدی جاوید. سعید احمد عباسی پشت به دروازه، حالا یک موقعیت و این بار هم والکس رایموندو تو به بیرون رفت و همچنان دروازه مصر بسته موند. درخواست وقت استراحت برای دو تیم از سوی تیم مصر سونگون اعلام شده و این صحنه بود که عسکری زد و تو به دیرک دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت. دو تیم میانو نزد مربیان خودشون نمای از سالن خالی از جمعیت پیروزی اصفهان رو ملاحظه میکنیم. امیدواریم که شرایط واقعا به گونه‌ای باشه که در روزهای ماهای آینده هرچی زودتر حضور تماشاگران رو داشته باشیم. و این صحنه بود که گیت پسند یکی دیگه از موقعیت‌های خودش رو از دست رفته میدید. والکس رایموندو بود که این توپ رو به بیرون زد. قبل از این دیدار و قبل از که بخواد فینال لیگ برتر فوتسال برگزار بشه یه جنجالی داشتن دوتا باشگاه بر سر اظهارات که مدیر عامل باشگاه مثل سونگون در مورد یکی از بازیکنان گیت پسند داشت، اما بر ترتیب با نامه که از سوی سازمان لیگ برتر فوتسال اومد و کمیته فوتسال دو تیم فعلا سکوت کردن و قرار شد که بعد از فینال در مورد اون پرونده اظهار نظر بکنه. این صحنه بود که فرهاد فخیم دروازه تیم گیت پسند رو باز کرد. شاید اگه الکس فالکون اینجا توپ را گرفته بود بازی همچنان بدون گل مساوی میتونست باشه.
بازیکن دو تیم به زمین مسابقه برمیگردن. سعید مؤمنی پرتاب دستش به مقصد میرسه برای سعید عسکری و الکس فالکون برای رایموندو و باز هم فالکون. محمد کشاورز شاید در این 4 دقیقه پایانی گیت پسند یه پنالتی نقطه دوم بتونه به دادش برسه در این نیمه که بازی رو به تساوی بکشونه. ضربه اوت به سود مثل سونگون، شجری، اولاد قباد و مهدی جاوید. سنگ سفیدی با سینه توپ رو به الکس فالکون میده. کشاورز بالکس رایموندو و ضربش از سرعت و قدرتش کم میشه و به سعید مؤمنی رسید. یک کنترل که البته ناقص بود کشاورز برای سنگ سفیدی. سعید احمد عباسی بازیکن که جاوید باشه روپاش بود و قبل از اون مسلم اولاد خوبات خود بالکس رایموندو اگه توپش به مقصد میرسید این اتفاق نیفتاد. همچنان اعتراض های بازیکنان دو تیم به خصوص سعید احمد عباسی که اینجا اعتقاد داشت بر روی او اعلام خطا باید صورت میگرفت که آقای نصیرو اونجا هر جوری هست داره قانعش میکنه سعید احمد عباسی رو که در این صحنه اشتباه نکرده. ضربه اوت به سود گیت پسند و همچنان گیت پسندی که به دنبال رسیدن به گل تساوی در این دیدار هست. کشاورز، سنگ سفیدی، محمد کشاورز، سعید احمد عباسی و به سختی میگیره کشاورز باید بیان جلو بازیکن‌های گیت پسندی به دنبال رسیدن به گل هستن. اما این اشتباه فرهاد فخری این توپ رو گرفته و خب طبیعتا خیلی عجله‌ای نداره. محمد شجری کشاورز به زیبایی توپ رو میگیره. سنگ سفیدی توپش باز هم به مقصد نرسید. 2 دقیقه و 51 ثانیه به پایان در نیمه اول و موقعیت هایی که گیت پسند به دنبال رسیدن به گل هست. فرهاد فخی در برگشت میتونه دوباره از همون شوت بزنه که میزنه که کشاورز اونجا توپ رو روانه اوت میکنه. توپ رو هرجوری هست میرسونم به فخیم که باز رو به جریان بنازه. سنگ سفیدی توپ رو میگیره قطع ارتباط میکنه و اعلام خطا. بله این گل این خطای پنجم هست و اعلام ضربه پنالتی عرض کردم در این دقایق میتونست یه ضربه پنالتی از روی نقطه دوم به ترتیبی که میبینیم به دست اومد مشکل گشای گیت پسند در این دیدار باشه. حمید احمدی میره توپ رو بر میداره و این چنین بود که گیت پسند روی این تکلی که اشتباه انجام داد شجری یک پنالتی رو تقدیم گیت پسند کرد. حمید احمدی عرض کردم شوت زن بسیار قهاری است. البته اگه آماده باشه برای این ضربه پنالتی که فوق العاده حساس هست. سعید مومنی هم اونجا آماده نشون داره که در این دیدار کاملا مهیای حضور بوده و انگیزه زیادی داره که خودی نشون بده در نبود صمیمی. این بار دوئلی که برای گیت پسند و مس حمید احمدی و سعید مومنی رقم خواهند زد. حمید احمدی که البته یه دورخیز بلندی هم کرده میزنه و گل. گل برای گیت پسند. حمید احمدی گیت پسند 1 مثل سونگون 1 و حالا بازی میتونه قشنگتر هم بشه. این چنین دروازه مس روی نقطه پنالتی باز شد و حمید احمدی که به این ترتیب یک ضربه کاملا فنی رو زد و سعید مؤمنی رو به این ترتیبی که ملاحظه میکنیم تسلیم کرد و گیت پسند و آنچه که به شدت دنبال اون بود و انگیزه هم داشت رسید. حالا بازی میتونه قشنگتر هم بشه. عرض کردم 2 گل در 1 نیمه 2 پنالتی و حالا گیت پسند و مسی که با تساوی از اول دوباره بازی کنتور میندازه ببینید که در ادامه
چه اتفاقی خواهد افتاد. 2:17 به پایان به سعید مؤمنی که بالاخره دروازش باز شد، هرچند که هنوز در جریان بازی گلی نخورده، اما روی نقطه پنالتی دروازش باز شده و شاید از این بابت هم در ادامه شرط سختی رو هم تجربه بکنه. فرهاد فخیم ضربش به بیرون رفت، ضربه کورنر. حالا نیمکت ذخیره های گیتی پسند هم بیشتر دارن هم تیمی هاشون رو در زمین تشویق میکنن در نبود تماشاگران حاضر در سالن پیروزی. این وظیفه بر عهده کادر فنی دو تیم افتاده که بازیکنان درون زمین رو تشویق بکنن. احساس ناراحتی هم میکنه الکس فالکون و ببینیم آیا نیاز به حضور پزشک گیتی پسند در زمین خواهد بود یا نه. ضربه کورنر هم برای تیم مثل سونگون خواهد بود. ظاهرا اتفاق خاصی نیفتاده و الکس فالکون میتونه بازی رو ادامه بده. ضربه کورنر حمید اوت میخوام فرهاد فخیم و ضربه اوت به سود مس. اون کنار خط طولی هم خیلی شلوغ هست. ضربه اوت رو بعد تکرار بکنن. یه بازیکن مس هم روی زمین افتاد، مهدی جاوید و حمید احمدی اونجا یه نیمچه درگیری با هم داشتن که آقای نصیرو با هر دوی این بازیکن داره صحبت میکنه. هوای سالن پیروزی هم به شدت گرمه و در یکی از روزهای پایانی خرداد ماه 1399 در بهتر بگیم در سالن گرم پیروزی اصفهان یک بازی گرم و جذاب رو داریم از دو تیم میبینیم. امیدواریم که این بازی در نیمه دوم هم همینطور گرم و جذاب ادامه پیدا بکنه. مهدی جاوید یک پاس برای فرهاد فخیم که ضربه اوت در نقطه مقابل برای مثل سرون تکرار خواهد شد. فرهاد فخیم اونجا هست که ضربه اوت رو بزنه. احساس ناراحتی میکنه کمانکان دروازه‌بان تیم گیت پسن الکس فالکون. میبینید که عرض کردم کلن در این بازی هم 50-50 بود حضورش در این دیدار، اما آقای بیغم ریز کرد و از این دروازه‌بان استفاده کرد. دروازه‌بان اصلی خودش رو داره در این دیدار استفاده میکنه و خب طبیعتاً باید ببینیم که در ادامه در ترکیب و در دروازه تیم گیت پسند چه اتفاقی خواهد بود. آیا فالکون میتونه به بازی ادامه بده در ادامه یا که خیر؟ و چهره علیرضا افسر سرمربی تیم مثل سونگون رو ملاحظه میکنید که خب اصفهانی هست، به جو این سالن و این دیدار کاملا آشنا هست. سالها خودش در همین زمین بازی کرده در تیم‌های مختلف و برای گیت پسند هم در دو دوره هدایت تیم گیت پسند رو بر عهده داشته. خب به نظر میرسه که وضعیت فالکون خیلی جالب نیست و بهزاد رسولی میاد و او هم در ترکیب گیت پسند قرار میگیره. تا حالا به ترتیب دو تیم در دروازه ها حالا مساوی شده باشن، شرایط برابر باشه، هر دو تیم دارن با دروازه‌بان غیر اصلی خودشون بازی میکنن. فرهاد فخیم و توپی که به بیرون رفت. 1:36 به پایان نیمه اول. یه مدار بازی هم افت کرد بعد از گل گیت پسند. شاید دو تیم حالا خودشون رو برای یه 20 دقیقه نیمه دوم آماده میکنن و دوست دارن که این نیمه با همین نتیجه به پایان برسه. شاید از موقعیت هم بتونن استفاده بکنن. بله احساس ناراحتی کرد اونجا محمد شجری بود یا یه بازیکن دیگه، در ادامه خواهیم دید. کارت زرد رو آماده کرده که نشون بده به بازیکن مس و این کار رو هم کرد. میثم خیام کارت زرد رو گرفت که دیگه شاید به زعم آقای نصیرو از این کارها نکنه و نخواد تمارزی انجام بده. سنگ سفیدی، پاس سنگ سفیدی به مقصد نرسید. حمید احمدی که اونجا زده بود به تو اما تو به او نرسید. این صحنه بود که از دید آقای نصیرو مستحق یک کارت زرد بود.
ضربه اوت برای تیم مثل سوگون خواهد بود. اونها 10 دقیقه اولا انصافا تیم برتر میدان بودن، اما در ادامه گیت پسند کم کم به خودش اومد و در نهایت چند دقیقه پیش تونست که گل تساوی رو وارد دروازه بکنه. در ادامه هم همچنان بازی برابر هست. ضربه اوت به سود تیم گیت پسند خواهد بود و حرکات آقای نسیلو که با قدرت و شدت و حدت فراوان بازیکنان دو تیم رو خطاب میکنه که باز هم از این تمارض ها نخوان تکرار بکنن. بازیکنان گیت پسند رو در اختیار دارن، اونجا هم اعلام خطا نشد. حالا در برگشت یک موقعیت خوب میتونه برای مس و فرهاد فخیم به دست میاد که منتج به یک ضربه اوت شد. 44 ثانیه به پایان که به نظر میرسه این دیدار در نیمه اول همچنان حوادث دیگری رو خواهد داشت. آیا این نتیجه پایانی این دیدار در نیمه اول خواهد بود یا که خیر؟ سنگ سفیدی، سعید احمد عباسی است و دروازه باز هم خودش و اونجا زد. حمید احمدی و سعید مؤمنی توپ رو به بیرون زد. 32 ثانیه به پایان و ضربه اوتی که به سود گیت پسند خواهد بود. این بار سعید مؤمنی هست که احساس ناراحتی میکنه. صحنه ای بود که گیت پسند عرض کردم میتونه شاید به گل برسه. فکر میکنم که درخواست وقت استراحت هم گرفته. بله، کادر فنی گیت پسند این درخواست رو اعلام میکنه که داور سوم آقای حفیظی سوت میزنه به نشانه درخواست وقت استراحت که دو تیم میرن و نزد مربیان خودشون صحبت خواهند کرد. اونجا آقای نصیری هم هست و با یکی از بازیکنهای تیم مثل سونگون همچنان صحبت میکنه. مهدی جاوید هست که اونجا داره باش صحبت میکنه آقای نصیرلو و این چنین با غضب فراوان سعی میکنه که اون اقتدار داوری خودش رو به رخ بازیکنان دو تیم نشون بده. 31 ثانیه به پایان. این آبی که آقای نصیرلو نوشید هم بدونید که همه بازیکنان و عوامل اینجا از آب معدنی مختص خودشون کلن وسایل خاص خودشون رو داره و این هم جام قهرمانی این فصل لیگ برتر فوتسال که در اصفهان یه جورایی تهیه شده. مس و فیروز کوبی که حالا اینجا میره به تبریز بعد از این بازی، شاید در اونجا نصیب تیم مس یا شاید گیت پسند بشه و گیت پسندی ها بتونن اونا به سوقات بیارن. چه اشتباهی و فرهاد فخیم یا یه بازیکن دیگه اونجا اومد و توپ وارد دروازه کرد. مثل سونگون دو، گیت پسند یک، باز هم یک اشتباه و باز هم گل برای مثل سونگون. چه اشتباهی کرد بازیکن گیت پسند و در ادامه دروازه بان و این چنین دروازه یه تیم گیت پسند برای بار دوم در حالی که کمتر از 20 ثانیه به پایان مونده بود برای بار دوم باز شد و این حسرتی که بر دل کادر فنی گیت پسندمون که این دیدار رو در نیمه اول حداقل با تساوی به رخشن برن. 13 ثانیه به پایان و همچنان حملات مثل سونگون. حالا در صحنه آسته خواهیم دید که فرهاد فخیم زد یا یه بازیکن دیگه هم اونجا در آخرین لحظه اومد و نمیدونم به توپ ضربه زد یا نه. 5 ثانیه به پایان و احتمالاً این پرتاب آخر الکس فالکون خواهد بود روی دروازه که همین کار رو هم میکنه. اونجا هست دروازه‌بان مس و به زیر توپ هم میزنه بازیکن مثل سونگون. تا نیمه اول در عین ناباوری همونجور که عرض کردم میتونه شاید حوادث زیادی رو داشته باشه در ثانیه‌های پایانی و این اشتباهی که صورت گرفت توسط بازیکن گیت پسند و در ادامه الکس فالکون و بعد خود فرهاد فخیم بود که گل دوم خودش و مصر رو وارد دروازه گیت پسند کرد که در این بازی هم در لحظات آخر شاهد گل باشیم. در سالن پیروزی در این نما هم کاملا این گل مشخص هست و این هم از نمای پشت دروازه مس و فراری که فرهاد فخیم انجام داد. الکس فالکون هم هر کاری کرد به توپ نرسید تا فرهاد فخیم به این چنین دروازه
گیت پسندو برای بار دوم باز بکنه. بازی با حساب 2-1 به سود مثل سونگون به پایان میرسه در نیمه اول. استراحت کوتاهی خواهیم داشت، انشاءالله با شروع نیمه دوم در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود. وقت شما بخیر بیننده محترم شبکه ورزش. یک بازی جذاب رو دیدیم، هرچند که از اون استانداردهای فوتسال کشور ما فاصله داره به جهت این تعطیلی طولانی مدتی که گفتم 108 روز دقیقاً شد از 12 اسفند تا به امروز که این رقابت‌ها بخواد دوباره برگزار بشه. بنابراین بازیکنان از اون شرط هورمونی خودشون بدونن. حتی آقای بیغام صحبت کرده بود، گفته بود که ما اگر 70-80% آمادگی خودمون رو برای این بازی داشته باشیم کار فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. خب برعکس شاید بازی برگشت مقدار شرایطش بهتر باشه و این اشتباهاتی که این چنین دیدیم که مخصوصا توی صحنه گل دوم تیم مثل سونگون به دست اومد و اون اتفاقی که رخ داد نشون میده که کلا بازیکن هم با هم هماهنگ نیستن، هم آمادگی لازم رو ندارن. ولی مطمئن باشید که استانداردهای فوتسال ما از این خیلی خیلی بالاتر است. برعکس رقابتی که دارید مشاهده میفرمایید، دیدار رفت مرحله نهایی رقابت لیگ برتر فوتسال باشگاه کشورمون هست، جایی که بازی برگشت هم هفته آینده ساعت 18 قراره که برگزار بشه. اگر که هر کدوم از تیم‌ها یک برد به دست بیارن، بازی سومی هم در کرمان در کار خواهد بود که به فاصله 4 روز بعدش. اینو می‌خواستم بگم خدمتتون، یه خبر خوش به هواداران فوتسال، اینکه در جلسه‌ای که برگزار شد دیروز با هماهنگی‌هایی که کمیته و شورای فنی فوتسال کشورمون داشتن و درخواستی که باشگاه استقلال داده بود و صحبتایی که باشگاه پرسپولیس انجام داده بود موافقت شده و قرار هست که این دو تیمی که خدمتتون عرض کردم، این دو باشگاه در لیگ برتر فوتسال کشورمون یعنی استقلال و پرسپولیس تیمداری کنن. اتفاق خیلی خوب میتونه باشه که تیم‌های پرطرفدار بیان و تنور این لیگ برتر فوتسال رو داغ‌تر از گذشته هم بکنن به جهت اینکه این تیم‌ها کلی هوا دادن. هرچند که مسابقه که الان فعلا شاهدش هستیم بدون حضور تماشاگران داره برگزار میشه و امیدوار هستیم که این روزهای کرونایی به اتمام برسه هرچه سریع‌تر و شاهد حضور در واقع هواداران هم باشیم در کنار بازیکنان که شور و هیجان خیلی خاصی هم می‌بخشه. این اولین بازی رسمی کشورمون است و اولین رقابت رسمی هست در بین تمام رشته‌های ورزشی بعد از اینکه کرونا باعث شد که شرایط به شکلی پیش بره که تمام رقابت‌های ورزشی لغو بشن در سراسر جهان و الان شده آغازش هستیم. چهارشنبه هم که قرار هست رقابت لیگ برتر فوتبال باشگاه کشورمون آغاز بشه، بازی استقلال و فولاد. اما در خصوص این دو تا تیم بعد خدمتتون عرض کنم، تیمی که قهرمان رقابت لیگ برتر فوتسال این فصل بشه به جام باشگاه آسیا خواهد رفت، رقابتایی که به میزبانی امارات برگزار میشه. این برگزار میشه همش کلا در حالی از اپام بستگی به این داره که شرایط در اون زمان به چه شکلی باشه و با موافقتی که به شکل صورت گرفت، تیم دوم لیگ برتر فوتسال کشورمون یعنی حالا اگر یکی حالا از بین گیتی و مس یکیشون قهرمان بشه، تیم دوم که نایب قهرمان میشه اعزام میشه به جام باشگاه‌های جهان که در تایلند قرار هست که مسابقات برگزار بشه و نشون میده که چقدر اعتبار داره لیگ برتر فوتسال کشورمون که میتونن که با این شرط حتی تیم دوم هم حاضر باشه در رقابت‌های جهانی. و نکته جالب توجه دیگه هم این هست که خب این اتفاق و دعوت‌ها به این دلیل رخ میده که خب ما اول آسیا هستیم و در تازه‌ترین رده‌بندی هم که اعلام شده تیم فوتسال کشورمون، تیم ملی فوتسال کشورمون اول آسیاست همچنان و در جهان هم جایگاه ششمی از آن خودش داره، در شرایطی که خب برزیل، اسپانیا و آرژانتین به ترتیب در جایگاه اول تا سوم هستن و مایی که در جایگاه ششم قرار داریم با تیم سوم و دوم فاصله نداریم. برزیل با 1810 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته، اسپانیا با 1801 امتیاز، بعد از اون یه فاصله خیلی زیادی هست و 1600 خورده‌ای تا مثلا رده ششم همه با اختلاف 10-20 امتیاز در جایگاه های سوم تا ششم که عرض کردم خدمتتون قرار گرفتن، یعنی فرقش خیلی زیاد نیست. برشک آرزو موفقیت داریم برای فوتسال کشورمون با این لیگی که دید مشاهده میفهمید و قرار هست که بعد از اینکه این لیگ به اتمام برسه شهریور ماه لیگ برتر فصل 99 هم آغاز بشه و خیلی سال شلوغی رو خواهیم داشت. قرار هست که خیلی سری بازی برگزار بشه و تمام تلاش کمیته فوتسال و سازمان لیگ این موضوع خواهد بود که قبل از اینکه به سال 1400 برسیم، به روز 1400 برسیم، پرونده لیگ 99 هم به اتمام برسه به جهت اینکه در فصل آتی رقابت‌ها چون قرار بود که هم جام ملت‌ها برگزار بشه هم قرار بود که رقابت‌های جام جهانی برگزار بشه، همین شوی کرونا باعث شد که همه مسابقات به 1400 موکول بشه. بنابراین خیلی سال شلوغی خواهد بود، هرچند که قطعی نیست و تقویم هی داره تون تون جابجا میشه و به دنبال این هستن که مسئولان برگزاری شرط رو به شکلی پیش ببرن که بتونن برگزار کنن. خاطرتون هست قرار بود که در اسفند ماه سال گذشته رقابت جام ملت‌های آسیا در ترکمنستان برگزار بشه که این اتفاق رخ نداد و تمام
مسابقات لغو شد و ما مرحله حذفی رقابت لیگ برتر فوتسال کشورمون رو برگزار کردیم و در نهایت دو تیمی که با این شرایط رسیدن به اینجا و منتظر هستیم که تکلیف قهرمان هم مشخص بشه. از طرفی باید بگم خدمتتون که این بازی بسیار بسیار حساس، اگر که می‌بینید که یه مقدار تاکتیک‌ها با هم جور در نمیاد و بازیکنان اشتباهات زیادی دارن و تصمیمات کادر فنی هم شاید نتونه که اون کاری لازم رو داشته باشه، دست کم در این 20 دقیقه ابتدایی که به اتفاق شما شاهدش بودیم و الان هم داریم می‌بینیم که بازیکن‌ها وارد زمین شدن، بگم خدمتتون که هر دو سرمربی سابقه قهرمانی با تیم مقابلشون دارن، هم آقای افضل هم آقای بیغم. با این مقدمه بریم به سراغ تماشای نیمه دوم. امیدوار هستیم که بازی جذاب‌تر از نیمه اول هم باشه. خدمت همه بینندگان عزیز، متشکرم آقای دادخواه عزیز. خب نیمه دوم دیدار تیم‌های گیتی پسند و مثل سونگون در سالن پیروزی آغاز میشه. در همین ابتدای کار گیتی پسند میرفت که بازی رو به تساوی بکشه با ضربه‌ای که مرتضی عزتی البته اگه به توپ میرسید و میتونست دروازه مصر رو باز بکنه. خب نیمه اول با حساب 2-1 به سود تیم مثل سونگون به پایان رسید و حالا ببینیم که در نیمه دوم چه سرنوشتی در انتظار دو تیم هست. تیم مسی که خب کلن زیاد هم در رخکن نموندن، یه 7-8 دقیقه و خیلی زود برگشتن به زمین مسابقه و در زمین مسابقه و در خود فضای مسابقه زمین استراحت خودشون رو ادامه دادن، اما تیم گیت پسند تا آخرین لحظات سعی کردن که در رخکن باشن و فرامین مربی خودشون رو گوش بدن. حالا ببینیم که در نیمه دوم نیمه مربیان چه اتفاقی میفته و چه سرنوشتی در انتظار این دیدار هست. یک موقعیت خوب دیگه برای تیم مس که فرهاد فخیم توپش به محمد شجری نرسید و این موقعیت خوب هم از دست رفت. حمید احمدی در نیمه اول دو گلی که فرهاد فخیم زد در مقابل تک گل گیت پسند که حمید احمدی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسون باعث شد که مس برنده نیمه اول باشه و در نیمه دوم سرنوشت این بازی تعیین کننده تیم یا تیم برتر بازی اول این دو تیم خواهد بود. فرهاد فخیم همچنان توپ رو در اختیار داره، در نیمه اول هم خیلی از او یاد کردیم و اسم او رو تکرار کردیم به همراه همین بازیکن مهدی جاوید که از خوبهای مس بودن در این دیدار. ناگفته نمونه که دو گلی هم که مثل سونگون به ثمر رسون هر دوتاش روی اشتباهات بازیکنان گیت پسند و دروازه‌بانشون بود و در نتیجه اون دو گل یه مقدار روی اتفاق هم بود. والکس رایموند یا بهتر بگیم رایموندو بازیکن برزیل تیم گیت پسند برای سنگ سفیدی، مرتضی عزتی پشت به دروازه. حالا باز هم گیت پسندی ها هستن که به دنبال گل تساوی هستن و خواهند بود و رایموندو و بهتر از اون سعید مؤمنی در دروازه مثل سونگون. اولین موقعیت جدی گیت پسند روانه کورنر شد. این صحنه بود که رایموندو زد و مؤمنی روانه کورنر کرد. ضربه اوت به سود گیتی پسند اصفهان و الکس فالکون که توپو میرسونه به منطقه مد نظر. رایموندو بازی رو به جریان میندازه، موقعیت خوب که از کنار دروازه رفت، ضربه‌ای که مرتضی عزتی این بازیکن زد. بازیکنان مس این صحنه بود که باز هم برای گیت پسند از دست رفت. مهدی جاوید مشخصه که بازیکنان مس در این دیدار و در این لحظات در ابتدا به دنبال حفظ نتیجه هستن و در ادامه شاید موقعیت به دست بیاد مثل این صحنه شاید به سمت دروازه مثل سونگون هم برن. الکس فالکو برای رایموندو، حمید احمدی اونجا کنار دستش ترجیح میده که به سنگ سفیدی بده. مرتضی عزتی، حالا رایموندو که البته تو به مقصد نرسید. بازیکنان گیت پسند، مرتضی عزتی که توپ رو
از دست داد. اونجا میثم خیام بود که توپ را گرفت و این چنین مرتضی عزتی که صحبت میکنه با نسیلو و آقای نسیلو که در نیمه اول خیلی جدی بود، حتی یه جایی دیدم نوشته بودن که جدیتر از بازیکنان دو تیم دارن بازی رو ادامه میدن. ضربه اوت به هر ترتیب برای تیم گیت پسند خواهد بود و حمید احمدی که بازی رو به جریان میندازه. رایموندو میرفت که یکی از اون حرکات ناب برزیلی خودش رو به نمایش بذاره که البته موفق نبود. خیام به عقب و حالا باز هم بازیکنان گیت پسند که موفق هستن. رایموندو میتونه یه خطا بگیره. مرتضی عزتی دو بازیکن مثل سونگون ببینید به چه ترتیب میان رو پاش. سنگ سفیدی و مرتضی عزتی یه لحظه میرفت که تو بره بیرون. سنگ سفیدی حالا برای حمید احمدی. بازیکنان تیم گیت پسند که خیلی خوب دارن اینجا پاسکاری میکنن. آیا در نهایت به مقصد خواهد رسید این پاسکاری اونها یا که خیر؟ سنگ سفیدی و مرتضی عزتی که توپ به بیرون رفت. میثم خیام برای محمد شجری، سعید تقی‌زاده و این بار ضربه اوت برای تیم مثل سوگون اعلام میشه. سعید تقی‌زاده هم هست و اونجا محمد شجری هم وارد زمین مسابقه شده. تقی‌زاده خودش در بد به ورود صاحب توپ میشه برای خیام و اجازه میده که توپ به بیرون بره. فرهاد فخیم یا اونجا بهتره بگیم که سعید عسکری بود. بله سعید عسکری احساس ناراحتی هم میکنه، تو به بیرون رفته و ضربه دروازه به سود گیت پسند اصفهان. میثم خیام، مهران عالی‌قد هم برای گیت پسند به زمین مسابقه اومده. سعید احمد عباسی هم همینجور و عالی‌قد تو را میگیره. مهدی جاوید به سعید مؤمنی، خود مهدی جاوید، سعید تقی‌زاده، جاوید، سعید عسکری یک کارت زرد رو گرفت در نیمه اول. حمید احمدی و مهران عالی‌قد، آیا کارت خطا خواهد بود؟ نه اصلا خطا که نبود، هیچی کارت زرد رو هم نداشت. مهدی جاوید، سعید عسکری در یک کار تیمی خوب الکس فالکون میاد و تو رو و ارتباط رو قطع میکنه. حمید احمدی، سعید احمد عباسی و حالا ضربه اوت برای تیم مثل سونگون. خیلی سریع 5 دقیقه از نیمه دوم هم گذشت و همچنان مثل سونگون در فینال اول لیگ برتر فوتسال از گیت پسند 2-1 جلو هست. سعید تقی‌زاده یک فرار، میثم خیام و الکس فالکون توپ رو در اختیار گرفت. برمشوری برای گیت پسند به زمین اومده و پاس سعید احمد عباسی که البته به مقصد نرسید. عسکری، مهدی جاوید برای عسکری که البته این بار هم توپ نرسید به مقصد و یه خطا به سود تیم گیت پسند کاملا مشخص بود. سعید تقی‌زاده اومد پای حمید احمدی رو زد و اعلام خطا به سود تیم گیت پسند و اینجا به این ترتیب بازی جوانمردان هم کاملا رعایت میشه و نشون میدن بازیکنان دو تیم که هر چقدر هم که بازی حساس باشه اخلاق جای خودش رو داره. خطا به سود تیم گیت پسند و بازی با سوت آقای نصیرو به جریان میفته. کشاورز در بد به ورود صاحب توپ میشه. میثم برمشوری، محمد کشاورز از همونجا اقدام میکنه برای زدن که از کنار دروازه به بیرون رفت و این چنین حسرت حمید بیغم رو در پی داشت. یک فرار قشنگ و دیدنی و یه لحظه میرفت که از میان پای الکس فالکون بره و تو وارد دروازه گیتی پسند بشه که در نهایت تو به کورنر رفت. فرهاد فخیم، ضربه کورنر، مهدی جاوید و توپ پس از برخورد به برمشوری
به بیرون میره. مؤمنی پرتاب دست بلند اونجا با دست و سر هرجوری هست الکس فالکون توپ رو دور میکنه. احمد عباسی یه بازیکن که میثم خیام باشه میاد رو اجازه میده توپ به بیرون بره و همچنان بازیکنان دو تیم که با آقای نصیرنو صحبت میکنن بلکه بتونن روی نظرات این داور تاثیرگذار هم باشند. فرهاد فخیم یک پاس بلند برای مسلم اولاد قباد گلسه تو به دستانه بازیکن گیت پسند برخورد کرد اعلام خطا هم نشد و کورنر برای تیم گیت پسند. ضربه‌ای که این بازیکن مهران عالی‌قدر زد و روانه کورنر شد. زمان داره مثل برق و باد میگذره و همچنان گیت پسند دو بر یک عقب هست. اونها برای اینکه در تبریز کار راحت تری داشته باشن حداقل بعد این بازی رو برنده بشن. برمشوری برای سعید احمد عباسی یه لحظه سعی کرد که پا عوض بکنه اما تو به بیرون رفت. فرهاد فخیم مرد اول این دیدار در این دیدار خودش هست و باز هم دروازه و یه کورنر رو میگیره در شرایط که 3 تا 4 باز کنه گیت پسند او را احاطه کرده بودن اما یه کورنر رو گرفت. فرهاد فخیم مهدی جاوید ضربه کورنر رو خواهد زد. مهدی جاوید این کار رو بعد از تأخیر زیاد انجام میده. حالا برمشوری باید بازیکن گیت پسند سریع‌تر بیان به زمین تیم حریف. سعید احمد عباسی میزنه و سعید مؤمنی با سینه‌های خودش توپ رو موقتا دور میکنه. حالا باز هم بازیکنان مصر و یک فرار دیدنی از مسلم اولاد قباد یک موقعیت جدی رو برای مصر از دست داد. فرهاد فخیم ضربه اوت به سود مصر. این ضربه ای بود که زد بازیکن گیت پسند و دفع کرد در این صحنه سعید مؤمنی. فرهاد فخیم مسلم اولاد قباد و سعید مؤمنی و اونجا الکس فالکون توپ رو در اختیار گرفت. اینجا هم اعلام خطا به سود گیت پسند کاملا مشخص بود. اونجا هم آقای نصیرلو حضور داشت و به نظر می رسید کاملا هم به درستی اعلام خطا شد. این صحنه بود که فرهاد فخیم اومد و پای بازیکن گیت پسند رو زد. رایموندو برای برمشوری که تکل عسکری توپ رو گرفت و یک کورنر نصیب تیم مثل سونگون شد در این صحنه. 13 دقیقه به پایان این دیدار زمان داریم و همچنان مثل 2-1 جلو هست. مسلم اولاد قباد میده به عقب و میگیره اونجا. باز هم خطرناک بود. رایموندو چقدر قشنگ اگه پاسش برسه به مقصد که نرسید. اگه این پاس میرسید به مهران عالی‌قدر الان گیت پسند بازی رو شاید مساوی کرده بود. محمد کشاورز مهران عالی‌قدر و میثم برمشوری برای کشاورز. مهران عالی‌قدر کار تیمی بازیکنان گیت پسند حالا تو به رایموندو رسیده و البته که اشتباه این بازیکن توپ رو به بیرون زد. دو تیم بعد از این بازی بلافاصله راهی تبریز خواهند شد. جمعه هفته آینده 6 تیر ماه در تبریز بازی دوم رو برگزار خواهند کرد و اونجا در تبریز مشخص کننده تیم قهرمان خواهد بود. البته که اگه اونجا مشخص نشه در کرمان بازی سومی خواهد بود تا پرونده این فصل لیگ برتر فوتسال شاید در کرمان بسته بشه. مرتضی عزتی برای مهران عالی‌قدر حالا او هم میتونه از اون حرکات همیشگی در طول خودش داشته باشه. میده به رایموندو والکس رایموندو و پاس اشتباه این بازیکن باز هم باعث میشه که توپ از دست بره. ضربه اوت به سود مثل سونگون
گیتی پسند تا به اینجای کار و تا الان سه بار قهرمان لیگ برتر فوتسال شده، مس دو بار این قهرمانی رو از آن خودش کرده و ببینیم که آیا میتونه دومین یا بهتر بگیم سوم قهرمانی پیاپی خودش رو کسب بکنه یا نه. مس دو فصل پیاپی هست که قهرمان لیگ برتر فوتسال شده و به دنبال سومین جام قهرمانی است و گیت پسند هم به دنبال قهرمانی دیگه بعد از دو سال دوری از جام قهرمانی هست. کشاورز والکس رایموندو یک موقعیت خوب برای سنگ سفیدی از میان پایا میده به مرتضی عزتی، اما این سعید مؤمنی هست که توپ رو در اختیار میگیره. یک اشتباه رایموندو، خودش هست دروازه نسبتا خالی اما توپ به بیرون رفت و ضربه اوت برای گیت پسند اصفهان. کشاورز اونجا هست و فرهاد فخیم که خیلی سفت و جدی داره صحبت میکنه و شاید اعتراض و نسیلو که همچنان با میثم خیام داره صحبت میکنه، بعد مراقب باشه میثم خیام، آقای نسیلو کلا خیلی با کسی تعارف نداره. کشاورز سنگ سفیدی مرتضی عزتی کارش ناقص میمونه و حالا فرهاد فخیم در ضد حمله که البته او هم موفق نبود. خیلی نمیشه انتظار زیادی داشت فینال امسال رو که یک بازی فوق‌العاده از دو تیم ببینیم، اشتباهات کم یا گل‌های خیلی زیاد. بعد از دو تیم بعد از سر 10-20 روز دوری از میادین دارن یک مسابقه فوتسال رو برگزار میکنن. حمید احمدی و سعید احمد عباسی برای گیت پسند به زمین مسابقه برمیگردن. تقی‌زاده، سعید عسکری، مسلم اولادقباد، فرهاد فخیم در زمین گیت پسند. رایموندو هم اونجا هست، پا به پاش حرکت میکنه و تو به بیرون میره به سود گیت پسند. یک اوتو گرفت از فرهاد فخیم والکس رایموندو، یک موقعیت خوب میره که یه گل برای گیت پسند رو به همراه داشته باشه، اما باز هم یک سد محکم به نام مؤمنی که باز هم ایستادگی میکنه این دروازه بان. سنگ سفیدی برای رایموندو، یه لحظه اونجا اعتقاد داشتن تو به دستان شجری هم خورده اما داورن چنین اعتقادی نداشتن. رایموندو کنترل توپ از او و توپی که به مقصد نرسید، البته که یک اوت رو برای گیت پسند به همراه داشت. سنگ سفیدی، عذر میخوام، سعید احمد عباسی حالا برای حمید احمدی. سنگ سفیدی هست و دو بازیکن که البته ناموفق هست، سعید عسکری و مسلم اولادقباد. خود اولادقباد هست توپش کجا پاس داد و آقای نسیلو که رفت و باز هم از اون حرکات همیشگی خودش در این دیدار رو به نمایش گذاشت، از اون پاس که تمارز نکنه. حمید احمدی برمشوری برای سنگ سفیدی، باز هم برمشوری، توپ رو نباید بدم به فالکو و این بار دیگه میگه این اشتباه تکرار نکنی و ضربه دروازه به سود گیت پسند اصفهان. گیت پسند امسال یک ترکیب انصافاً جوان رو در لیگ برتر فوتسال به نمایش گذاشت، کلی بازیکن جوان و امید رو در ترکیب خودش استفاده کرد. امسال هم که خب در رده امیدها قهرمان لیگ شد و با همون جوونا هم با تعدادی از اونها به همراه بازیکنان با تجربه در لیگ برتر فوتسال امسال حضور داره. دومی فینال پیاپی خودش رو داره تجربه میکنه امسال و ببینیم که آیا میتونه جام قهرمانی را هم به همراه بیاره یا اینکه امسال هم تیم مثل سونگون قهرمان میشه. ضربه این بازیکن، این دروازه‌بان الکس فالکون راهی به دروازه مثل سونگون نداره. سعید عسکری برای فرهاد فخیم، مسلم اولادقباد، سعید عسکری که توپش پس از برخورد به حمید احمدی به بیرون میره. سعید عسکری
سعید مومنی برای سعید عسکری. شاید تاج فنی تیم مس هم انتظار نداشت که بعد از مسئولیت دروازه‌بان علیرضا صمیمی چنین خوب دروازه‌بانی بکنه. سعید مؤمنی و در سوی مقابل این دروازه‌بان الکس فالکون در روی اون گل اول اون اشتباه بزرگ رو مرتکب بشه. سعید مؤمنی یک ارسال و توپ به بیرون بره. فالکون پرتاب دستش برای سعید احمد عباسی دقیقا میره اونجایی که باید بره. حمید احمدی، خود حمید احمدی پشت به دروازه، چه اصراری داره این بازیکن که اصلا از اونجا با وجود یکی دو بازیکن مس حمله بکنن. الکس فالکون حالا این بار با پا یک ارسال بلند که هر جوری بود میثم خیام تو رو موقتا دور کرد. حالا باز هم بازیکنان گیت پسند دو به یک اگر البته میتونستن فرار بکنن که اتفاق نیفتاد. یک ضربه اوت که البته مجددا تکرار میشه. میثم برمشوری، حمید احمدی شوتزن خوبی هست و میزن از کنار دروازه به بیرون رفت. 7:59 به پایان. شاید کم کم باید منتظر سیستم پاور پلی گیت پسن هم در این دیدار باشیم. دیگه فرقی نمیکنه بازی یکیش به بازن، 2-1 به بازن یا 3-1، کلن در این بازی تیم باید برنده بشه. حالا با هر نتیجه فرقی نمیکنه. سعید احمد عباسی، میثم برمشوری برای سنگ سفیدی، کنار دستش میرسونه به خود برمشوری. یک موقعیت خوب برای برمشوری، ضربش رو میزنه که البته در میانه راه توپ متوقف شد. حمید احمدی، سنگ سفیدی، 7:26 به پایان و همچنان مثل سونگونی که 2-1 پیش هست و میره که نورد اول رو از گیتی پسن ببره. ضربه اوت با سعید تقی‌زاده مثل سونگون. فرهاد فخیم و اسلم اولادقباد. سعید تقی‌زاده یه لحظه پشت به دروازه شد و موقعیت خوب حالا برای گیت پسند. 2-1 آیا پاس میده؟ میده و میزنه. کجا زد و چه موقعیتی از دست داد سعید احمد عباسی. فرهاد فخیم چقدر قشنگه، حرکت قشنگ رو به نمایش گذاشت، اما حمید احمدی اومده جبران کرد. ضربه اوت برای تیم مس. این صحنه بود که توپ روی پای بازیکن گیت پسن خیلی خوب ننشست و این طرف هم ضربه دروازه به سود گیت پسن. سنگ سفیدی کنار دستش حمید احمدی و گردش توپی که البته کامل نشد و ضربه اوت رو برای تیم مثل سونگون به همراه داشت. تمامی کادر فنی تیم ملی فوتسال هم اینجا هستند و بازی رو از نزدیک تماشا میکنند. بعد از پایان لیگ برتر فوتسال اردوی تیم ملی هم تشکیل خواهد شد. مهدی جاوید، سعید تقی‌زاده، خود مهدی جاوید و فرهاد فخیم، محمد شجری هم برای گیت پسند در زمین مسابقه هست و توپی که به بیرون میره. 6 به پایان. نبرد اول تیم های گیت پسند و مثل سونگون تا به اینجای کار 3 به همراه داشته و آقای ناظم شریعه که داره این بازی رو از نزدیک تماشا میکنه قطعا از بین این بازیکنانی که در این سالن حضور دارن و در این بازی هستن بازیکن زیادی در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت. ضربه اوت به سود گیت پسند. مهران عالی قدر، سنگ سفیدی و حالا یه موقعیت خوب. آیا این توپ وارد دروازه میشه یا نه؟ نشد که بشه این موقعیت. باز هم حملات گیت پسند ادامه داره. رایموندو
اونجا سعید تغییرزاده کاملا درست نشسته بود، توپ گرفت و خود رایمونده میاد و جبران میکنه و توپ رو روانه کورنر کرد. والکس رایموندو دروازه‌بان تیم مثل سونگون هم نشسته و احساس ناراحتی میکنه. آقای نسیلو هم میگه بلند شو به بازی ادامه بده، چیز خاصی نیست. ضربه کورنر رو باید بزنن بازیکنان مثل سونگون، مهدی جاوید، سعید تغییرزاده. یه نیمچه ضربه زد در ادامه میزنه میسم خیام و کورنر تکرار میشه در سمت مقابل. زمان زیادی دیگه نمونده برای گیت پسند، اگه میخواد که بازی رو به تساوی بکشونه شاید کم کم گیت پسندی ها به فکر سیستم پاور پلی هم باشند. مهدی جاوید و گل سوم سعید تغییرزاده. سعید تغییرزاده دقیقا از حفره ای که در فاز دفاعی تیم گیت پسند به دست اومده بود کاملا استفاده کرد و یه نیمچه ضربه زد. این ضربه رو اول جاوید زد و در ادامه تغییرزاده با نوک پای خودش یه تأثیری گذاشت و این چنین دروازه تیم گیت پسند برای بار سوم باز شد. خب حالا کار برای گیت پسند از اینی که از خیلی سخت‌تر میشه. 3-1 دو گل عقب هستن و تنها 5 دقیقه زمان دارن. مهران عالی‌قدر، والکس رایموندو و توپی که به بیرون میره. حالا فکر میکنم یه وقت استراحت گرفته باشه آقای بیغم، ولی فعلا منصرف شده و اون سیستم 5 نفران فعلا منتفی هست. بازیکنان مرسی رسید تو رفت بیرون. آقای ترحمی اونجا بود داور دوم این دیدار و حالا اون وقت استراحت که عرض کردم اینجا گرفته میشه. کادر فنی تیم گیت پسن این وقت استراحت رو درخواست داشتن. فکر میکنم که احتمال زیاد هم اون سیستم 5 نفره اجرایی بشه بعد از این وقت استراحت فنی. و چهره آقای ترحمی رو نگاه میکنه، ایشون آخرین بازی هست که در لیگ برتر فوتسال و در دنیای داوری خواهد داشت. بعد از پایان این دیدار از دنیای داوری و قضاوت خداحافظی خواهد کرد. او متولد سمنان هست، 5 اردیبهشت 1353 که از سال 72 شروع داوریش رو داشت و از 86 هم لیگ برتر فوتسال رو آغاز کرد. این چهره آقای ترحمی بیش از 150 بازی رو در لیگ برتر فوتسال قضاوت کرده و امروز روز آخری است که داره این بازی رو قضاوت میکنه و کلن از دنیای داوری و قضاوت خداحافظی خواهد کرد. دنیای پر استرس و واقعا سخت قضاوت، اما این چهره خندان که براش آرزوی سلامتی هم میکنیم و امیدواریم همیشه این چهره خندان رو داشته باشه. خب بازیکنان دو تیم بر میگردن به میدان و ببینیم که در ادامه چه خواهد شد. آیا گیت پسند 5 نفره خواهد کرد یا نه؟ به نظر نمیرسه که این اتفاق افتاده باشه. 4:48 هم زمان داریم، فرصت زیادی هم نیست. دو گل واقعا جبرانش سخته در این دقایق، به خصوص برای گیت پسندی که عرض کردم ماها از شرط تمرینی دور بود. خب 5 نفره کردن. مرتضی عزتی هم لباس دروازه‌بانی رو پوشیده و حالا یا گیت پسند گل میزنه احتمالاً یا شاید مثل سونگون به گل بعدی خودش برسه. کار سخت هست. سنگ سفیدی میتونه مستقیم بزنه، پاس میده به حمید احمدی. سنگ سفیدی و یک اشتباه عرض کردم، اشتباهات میتونه مرگبار باشه. سنگ سفیدی بازیکن مثل سونگون رو سرنگون کرد. آیا کارت زرد میده یا اصلا از کارتی استفاده نمی کنه، فقط به خطا بسنده میکنه؟ بله آقای ترحمی که اونجا اعتقاد داره نه مشکل خاصی نیست، همون یه خطای ساده میتونه کفایت بکنه در این صحنه. نه کارت زرد رو داد. خب بازیکنان تیم و کادر فنی تیم مثل اعتقاد داشتن که این صحنه باید کارت قرمز داشته باشه، اما آقای ترحمی به کارت زرد رضایت داد و این چنین عریضا افزر رو عصبانی کرده تصمیم داور این دیدار.
و در یک صحنه کاملا جنجالی به هر ترتیب مثل سونگون به گل نرسید و تنها یک خطا رو نصیب اونها کرد، صحنه که اشتباه بازیکن گیت پسند رو در پی داشت. عرض کردم سیستم پنج نفره رو واقعا تو این شرایط ناآمادگی خیلی سخته بخوای اجراش بکنی. مهدی جاوید از همونجا یه تیکه میزنه که از بالای دروازه به بیرون میره. 14 دقیقه و 26 ثانیه به پایان و الکس فالکون که باید خیلی سریع بازی رو به جریان بندازه، یک پاس بلند، یک پاس به دست بلند که به مقصد نرسید. محمد کشاورز، سنگ سفیدی، حالا یه مدار شرایط برای پنج نفر شدن گیت پسند هم سخت شد بعد از این اشتباه. سعید احمد عباسی پاسش به مقصد نرسید. سنگ سفیدی و حالا مرتضی عزتی هم برای گیت پسند به زمین مسابقه میاد تا سیستم 5-0 گیت پسند شکل بگیره. سنگ سفیدی، سعید احمد عباسی برای حمید احمدی. سعید احمد عباسی کار واقعا سخته در این شرایط بخوای تا گل هم بزنی با این شرایط ناآماده. و ضربه‌ای که زد حمید احمدی درازکش، سعید مؤمنی توپ رو روانه کرنر کرد و اون مصدومیت اول بازی خودش رو هم در این صحنه دوباره به نمایش گذاشت. ببینید حمید احمدی از همونجا زد و سعید مؤمنی توپ رو به بیرون هدایت کرد. ضربه کرنر برای گیت پسند از نمای پشت دروازه و این صحنه‌ای که توسط همکاران پرتلاش هم امروز در سالن پیروزی اصفهان شکار شد و به نمایش گذاشته شد. انشاءالله که راضی بوده باشید از تماشای این دیدار، بازی که البته بدون حضور تماشاگر هم برگزار شد اما بیننده های تلویزیونی فراوانی رو در شبکه ورزش و همچنین شبکه استانی اصفهان داشت و همراه ما بودن. 3 دقیقه و 40 ثانیه هم همچنان به پایان بازی زمان داریم و گیت پسند که 3-1 عقب هست. هنوز شرایط برای ادامه بازی مهیا نشده. محمد کشاورز و آقای ترحمی در یک قاب و کشاورزی که خب به عنوان کاپیتان گیت پسند خیلی دوست داشت که امسال بتونه قهرمانی رو برای گیت پسند به دست بیاره، هرچند که هنوز هیچی تموم نشده. اونها حتی اگه این بازی رو باگذار بکنن در تبریز فرصت جبران دارند. همچنان بازی متوقف هست. آقای نصیرلو فکر میکنم از کادر فنی دو تیم خواست که فعلا روی نیمکت بشینن و بذارن بازی با شرط بهتری ادامه پیدا بکنه. سنگ سفیدی برای حمید احمدی و ضربه بی دقت حمید احمدی تو به بیرون رفت. سعید مومنی بعد توپ رو بیاره و بازی رو به جریان بندازه. همچنان بازیکنان مثل سونگون یک پاس بلند که اونجا هرجوری بود یه تاثیر گذاشت اما ضربه اوت برای گیت پسند. 3 دقیقه و 26 ثانیه به پایان. کشاورز و حمید احمدی، سنگ سفیدی در زمین تیم مس و ضربه‌ای که چندان با دقت نبود و میزنه گل چهارم رو فرهاد فخیم. تیر خلاص رو وارد دروازه گیت پسند کرد این ضربه و این صحنه. ببینیم اشتباه بازیکنان گیت پسند و گل چهارم مس سونگون. گل سوم فرهاد فخیم از اونجا با نوک پا زد و توپ آرام آرام رفت و به دروازه گیت پسند نشست. حالا یه جورای دیگه مأموریت غیر ممکنی دارن بازیکنان گیت پسند برای به تساوی کشوندن این دیدار. 3 دقیقه و 6 ثانیه به پایان. هر یک دقیقه بعد یه گل بزنن تا شاید بازی به تساوی کشیده بشه. سنگ سفیدی، مرتضی عزتی، خود سنگ سفیدی، حمید احمدی از همونجا و یه کرنر برای گیت پسند به دست میاد. محمد کشاورز، سنگ سفیدی از زاویه نشد و ناقص اما گل. بله گل دوم برای تیم
گیت پسند توسط مرتضی عزتی به دست میاد تا حالا یه مقدار بارقه های از امید نصیب تیم گیت پسند بشه و به کاروان گیت پسند امید برگرده. این ضربه‌ای که با اشتباه بازیکن تیم مثل سونگون مرتضی عزتی رو با یک دروازه خالی روبرو کرد و او هم یه جور دیگه چاره ای نداشت که دروازه تیم مصر رو باز بکنه. حساب کار 4-2 میشه و به نظر میرسه که همچنان این بازی میتونه حوادث بیشتری رو هم به خودش ببینه. 2:45 به پایان. آیا اون مأموریت غیر ممکنی که عرض کردم خدمتتون توسط گیت پسندی آیا انجام میشه یا نه؟ بلافاصله بعد از که گل خوردند آقای افضل در تیم مصر درخواست وقت استراحت داد، یه مقدار تیمش بتونه خودش رو جمع بکنه و از شوک گلی که خورده بیرون بیاد و نیمکت تیم گیت پسند که همچنان امیدوار هستن شاید بتونن بازی رو برگردونه و این چنین ناراحت شد علیرضا افضل و درخواست وقت استراحت داد. بازیکنان مصر سونگون برمیگردن، بازیکنان گیت پسند هم به همچنین و 2:45 به پایان. خیلی سریع بازیکنان مصر بازی رو به جریان میندازن. مسلم اولاد قباد، محمد کشاورز، اگه گیت پسند در همین شرایط و در همین ثانیه ها بتونه دوباره یه گل دیگه بزنه اون وقت ثانیه ها و دقیقه باقی مونده خیلی میتونه قشنگتر هم باشه. فرهاد فخیم یک اشتباه، حمید احمدی اونجا توپ رو گرفته و میزنه و سعید مؤمنی باز هم توپ رو میگیره. اگه این توپ گل شده بود کار دیگه خیلی میتونست قشنگتر باشه برای دو تیم. مؤمنی برای سعید عسکری. تنها 2 به پایان اون صحنه‌ای بود که زد سعید احمد عباسی و سعید مؤمنی گرفت. مهدی جاوید سنگ سفیدی اجازه میده که توپ بیرون بره. فالکون باید خیلی سریع بازو به جریان بده. 1:50 به پایان. سنگ سفیدی، کشاورز، محمد کشاورز توپش به مقصد نرسید و فرهاد فخیم هست که توپ را گرفته اما سماجد سعید احمد عباسی توپ را به گیت پسندی ها داد. ضربه اوت به سود گیت پسند اصفهان. 1:31 به پایان. درست فرصت کمی هست برای زدن دو گل دیگه اما در فوتسال واقعا 1:30 به پایان وقت کمی نیست. مرتضی عزتی به عنوان بازیکن دروازه‌بان داره ایفای نقش میکنه. سعید احمد عباسی اینجا و این طرف درخواست توپ میکنه. توپ حالا میرسه به سعید احمد عباسی، میزنه و بله گل سوم. گل سوم سعید احمد عباسی. عرض کردم اونجا میگفت توپو بدین به من، دادم بهش و گل سوم برای گیت پسند به ثمر رسون سعید احمد عباسی. حالا حساب کار 4-3 میشه. عرض کردم 1:30 برای دو گل کم نیست، تو 20 ثانیه یکیش رو زدن. 1:10 به پایان این دیدار زمان داریم. حساب کار 4-3 و اختلاف حالا فقط به یک گل رسیده. آیا باز هم گیت پسند گل میزنه یا نه؟ عجب بازی شده این بازی گیت پسند و مس. حمید احمدی، سنگ سفیدی خیلی آروم دارن بازی میکنن. مرتضی عزتی، سنگ سفیدی برای عزتی. ترسد هستن شاید یه گل دیگه بزنن، اگه بزنن چقدر قشنگ میشه این بازی. مرتضی عزتی، سنگ سفیدی، 45 ثانیه به پایان و پاس اشتباه سنگ سفیدی. آه از نهاد خودش و کادر فنی گیت پسند بلند میشه. 42 ثانیه به پایان. حالا واقعا سخته که توپ بخوای از این مثل سونگون بگیری، خودشون توپ رو از دست دادن. 40 ثانیه به پایان. الکس فالکون پرتاب دستش برای سعید احمد عباسی، ضربه اوت رو در گیت پسند به ارمغان میاره. عجب ثانیه های حساسی هست و سعید مؤمنی عجب واکنشی داشت، هر جوری بود توپ را گرفت. باز هم گیت پسند و 28
8 ثانیه به پایان. ثانیه ها انصافا این ثانیه ها داره خیلی قشنگ میگذره. ثانیه هاسته بود که زدند و چقدر قشنگ گرفت. بر ترتیب باز هم میزنه حمید احمدی. آیا کورنر شده؟ بله. 21 ثانیه به پایان و دل تو دل کادر فنی تیم گیت پسند نیست، مثل هم همینجور سنگ سفیدی. آیا در این ثانیه ها قرار هست که اتفاق خاصی دیگه بیفته یا نه؟ کشاورز هر جوری هست توپ را میگیره، اما این توپ به بیرون رفته و 13 ثانیه به پایان. کار خیلی سخته دیگه برای جبران مافاد. گیت پسند کامبکش رو هنوز نتونسته کامل بکنه. ضربه اوت برای تیم مثل سونگون. مسلم اولادقباد احتمالاً خودش بزنه زیر توپ. 10 ثانیه های پایانی حمید احمدی و توپی که به بیرون رفت و یه برخورد نه چندان جدی، اتفاق خاصی هم نیفتاده. 5 ثانیه به پایان. فکر نمی‌کنم دیگه در این ثانیه‌ها بشه جبران کرد، در شرایطی که یه بازی انصافاً قشنگی رو از هر دو تیم دیدیم، بخصوص این ثانیه‌های پایانی که یه فوتسال ناب رو دو تیم به نمایش گذاشتن. و به هر ترتیب تیم مثل سونگونی که 4-3 جلو هست و این ثانیه‌های پایانی مهدی جاوید میزنه زیر توپ، الکس فالکون او هم میزنه زیر توپ و توپ به بیرون میره و پایان دیدار رفت فینال لیگ برتر فوتسال با برتری مثل سونگون که اونها موفق میشن 4-3 بازی رو در اصفهان پیروز بشن. دو تیم میرن ششم تیر ما در تبریز بازی برگشت رو برگزار میکنن و انشالله تکلیف قهرمان این فصل لیگ برتر فوتسال مشخص خواهد شد، حالا در تبریز یا کرمان. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. این اولین دیدار ورزشی در ایام کرونایی بود که به صورت بسیار ممنون از شما بیننده محترم شبکه ورزش. بر شکل رقابت اول با پیروزی مهمان به اصفهان رسید. بعد دقیقاً یک هفته صبر کنیم، هفته آینده جمعه ساعت 18 بازی برگشت برگزار میشه و اگر که قرار باشه بازی سومی هم در کار باشه، اگر که اونجا بتونه که تیم گیتی پسند بازی رو ببره، کار به بازی سوم خواهد کشید و کرمان. ولی به هر شکل بازی جذابی رو اتفاق شما شاهد بدیم. به ویژه در نیمه دوم شرایط بهتر شد، بازیکن‌ها یه مقدار تمرکزشون بیشتر شده بود و گل‌های خوب بیشتری هم به ثمر رسید که نشون میده که میتونن هفته آینده حتی بهتر از این هم بازی کنن. و تیم مثل سونگون ورزقام بود که از فرصتاش خیلی خیلی بهتر استفاده کرد. در زمانی که بازی 5 نفره رو تیم گیتی پسند داشت انجام میداد، موفق شدن که دروازه تیم در واقع اصفهانی رو هم باز کنن و این شد نتیجه که به اتفاق شما شاهدش بودیم. خیلی فرصت نداریم، بعد از روتون مرخص بشم بنده. ساعت 23:30 حسین رضایی عزیز خواهد اومد و با دو رقابت جذاب از لیگ برتر جزیره باشم خواهد بود. خدا نگهدار.